سرویس خبری ساعت 8 از غزنویان خوش آمدید. امروز سه شنبه 13 عقرب 1399 خورشیدی که برابر است با 3 نوامبر 2020 میلادی. حالا هم مهمترین رویدادها. یک روز پس از حمله بر دانشگاه کابل، گردهمایی بزرگان قومی، شهروندان و فعالین مدنی در ولایت غزنی، حمله یک موتوربم بر کندک نیروهای مرزی در ولایت قندوز، و کشته و زخمی شدن 5 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت غزنی. مشروع خبرها. در اثر حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل، ساختمان و لوازم مرکز آموزشی حقوقی تخریب شده است. بر اساس معلومات وزارت امور داخله، بیش از 22 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. همکارم صمیم فیضی گزارش تهیه کرده. یک روز بعد از حمله بر بزرگترین مکان تحصیلی در سطح افغانستان، در و دیوار اینجا با صدای پر از شور و شوق دانشجویان آشناست، اما امروز فضای این محل دانایی دگرگون و آشفته است. کتاب‌های از دانشجویان پرپر و سوخته و در هر گوشه و کنار اینجا نشانه از گلوله‌های بجا مانده مهاجمان مسلح. تنها پرپر کردن این کتاب ها نه، بلکه روز قبل شماری از دانشجویان نیز پرپر می شوند و صدها خانواده را به گلیم غم می نشانند. حوالی ساعت 11 روز گذشته شماری از مهاجمان انتحاری ابتدا وارد دانشگاه کابل شده و در ساختمان استاج قضایی دانشکده حقوق به تیراندازی پرداختند. دقیقا مهاجمان از این راه وارد ساختمان دوم دانشگاه کابل میشه. اینجا که شما ببینین بخش از حقوق است و محصلین دانشکده حقوق اینجا در مشغول درس هستند. این هم یکی از اتاقهایی است که گفته میشه اساتید اینجا با هم جمع میشدن. این اتاق کاملا با آتش کشیده شده و شما که میبینین همه وسایلی که اینجا بوده حریق شده. این تیراندازی نزدیک به 6 ساعت دوام کرد و پس از آن سخنگوی وزارت داخله اعلام کرد که این حمله با کشته شدن 3 تروریست پایان یافته است. آمار دقیق از تلفات رویداد روز گذشته را امروز وزارت داخله شریک کرد. با تأسف از اثر حمله تروریستی روز گذشته بالای پانتون کابل، 22 تن از هموطنای ما و محصلین که مصروف درس بودن در داخل پانتون به شهادت رسیدن و 27 تن دیگه مجروح شدن. گواهان این رویداد حکایت‌های دردآور از این حادثه خونین دارند. که در منزل دو بالا شدن، منزل دو که بالا شدن، منزل دو را که ضربه کردن دالیزه در روزا قائم بوده. ضربه که کردن مسلین تا یا داخل شدن در بالا، یک مسل خیست کردم لقت خود تلکین زد، به میشه خیست کرد. دیگه نفر از پشتش خیست کرد، دیگه نفر از پشتش خیست کرد. یک چند تا خوار ما خیست کرد، دهیجه خیست کرد، دهیجه قرامت موند. بعضیش خود مستقیم از موجه منداختن همتو، همتو منداخت گرفتن همتو در سر یکی دیگه. پس از این حمله امروز شمار زیادی از شهروندان کابل طی گردهمایی در مقابل درب دانشگاه کابل گرد هم آمدند و سران حکومت به ویژه نهادهای امنیتی خواهان پاسخدهی و تأمین امنیت شدند. هرچند گروه طالبان مسئولیت این رویداد را رد کرده است، اما مقامات حکومتی طالبان را عامل این حمله می دانند. در آغاز درگیری گروه طالبان این مسئولیت این حمله را نپذیرفتند، گرچه بعد از ختم حمله هنوز پرچمی که مربوط به گروه طالبان است اینجا پابرجاست و در قسمت از دیوار هم نوشته شده زنده باد امارت. پس از این حمله ارگ ریاست جمهوری ناوقت شب گذشته با نشر اعلامیه اعلام کرد که دولت افغانستان به منظور غمشرکی با خانواده های قربانیان این رویداد
و ادای احترام امروز را ماتم ملی اعلام کرده است. در اعلامیه ارگ آمده است که بیرق افغانستان در سراسر کشور و نمایندگی های سیاسی در خارج از افغانستان به حالت نیمه افراشته درآورده می شود. رئیس جمهور غنی حوالی ساعت 8 شب گذشته در یک پیام ویدیویی در واکنش به این حمله گفت: از بارگاه خداوند متعال برای شهدای معصوم این رای مقدس و برحق جنت برین و برای خانواده های داغ دیده و به غم نشسته صبر جمیل استدعا دارم. حمله بر دانشگاه کابل با واکنش های گسترده داخلی و خارجی همراه شده است. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در واکنش به حمله روز گذشته بر دانشگاه کابل در رشته تویت های گفته است که عاملان این حمله مخالفان صلح و به دنبال یک جنگ دائمی در افغانستانند. بزرگان قومی و شهروندان غزنی بر برقراری آتش بس زودنگام در افغانستان تاکید دارند. بزرگان قومی و فعالان مدنی غزنی با راه اندازی همایش در این ولایت کشتار غیر نظامیان را در حملات اخیر کشور تقبیح کرده و خواستار پایان جنگ در این کشور شدند. توریاله تابش جزئیات می دهد. افغانستان در ماه‌های پسین دو چهره متفاوت را به خودش گرفته است. پهلوهای تاریک افزایش خشونت‌ها در کشور و روزنه روشن از گفتگوهای دوحه قطر. با آنکه کمتر از دو ماه است که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با هیئت گروه طالبان در دوحه سرگرم برای توافق بر سر کارشیوه گفتگوهای صلح افغانستان هستند، اینجا در داخل کشور چرخه جنگ و نبردها نسبت به هر زمان دیگری تندتر می چرخد. در تازه ترین مورد، در حمله مهاجمان مسلح روز گذشته بر دانشگاه کابل بیش از 40 تن از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. این حمله با واکنش های داخلی و خارجی روبرو شد. یک روز پس از این حمله عالمان دین، بزرگان قومی و شهروندان غزنی در یک برنامه افزایش خشونت ها و حمله بر مراکز تحصیلی و تعلیمی را حمله بر دانایی، روشنایی و وحدت می دانند. اگر ما می خواهیم از نظام حمایت کنیم، از چنین نظام حمایت می کنیم که چندین ویژگی مثبت دارد. طرفدار علم، دانش و آگاهی است. زن و مرد کشور را تشویق می کند به فرا گرفتن علم، آگاهی و دانایی. در حالی که نقطه مقابل نظام جمهوریت نظام اماراتی است که آگاهی را نمی خواهد و اجازه حتی نمی دهد که تو جوان آگاه شوی. دشمنای ما و شما نمی خواهد که ما و شما عالم شویم، ما و شما دانشمند شویم، تحصیل کرده شویم، استاد شویم، انجینیر شویم، دکتر شویم. جاهل باید باره. ای یک دلیل. دلیل دومی هست که پوهنتون مرکز صلح است، مرکز وحدت است، مرکز همدلی مردم افغانستان است. بزرگان قومی در این محفل بر ختم بیدرنگ جنگ و برقراری آتش بس دائمی تاکید می‌ورزند. دمو افغانستان که دعوا به قطر کی پر جنگ چی نخمال میدر تا جنگ در خلق وزنی آل تا نخمال میدر تا پا کتابو کم ناروا دا پا کتابو کم جنگ لی دا سال خبر مدل تجی مگه شد ضرورت دیده سی مگه هر بان بندر از ما داشت که مگه دایمی وربند و نگوارد که دیه وقتی دستوال هیچ معنی نداره. اونی که با تو یک جای از چنگ انگلیس آزادیش را گرفته است، امروز او در کجا رسیده است؟ تو در کجا مانده ای؟ اونایی که نصف عمری تو رو دارد، کشوری امسایه تو که الان در جان تو گرگه های درنده را تربیه می کند، روان می کند که تو را پاره پاره کند، این نصف عمری تو را دارد.
دیده شود که همزمان با افزایش تنش‌ها و خشونت‌ها در داخل افغانستان و امیدواری‌ها بر سر توافق کارشیوه گفتگاه صلح در قطر، چه سرنوشت برای افغانستان رقم خواهد خورد. منابع محلی در ولایت قندوز میگویند که کندک نیروهای مرزی ارتش در مربوطات ولسوالی امام صاحب این ولایت هدف انفجار موتر بمب‌گذاری شده قرار گرفته است. اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز میگویند که این حمله حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز صورت گرفته است. فائق ابراهیم زاده جزئیات میدهد. منابع محلی در قندوز از کشته شدن 2 تن از نیروهای امنیتی و زخم برداشتن 8 تن از این نیروها خبر می دهد. این آمار کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی ناشی از یک حمله موتربم بر کندک نیروهای مرزی در ولایت قندوز بوده است. اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز می گوید که در این حمله طالبان 6 تن از اعضای این گروه نیز کشته شدند. نن سحر شاو خاطه بجه طالب اسلوالو ده سرحدی زوکنو پا کندک بانده موټر بم برید وکړ چې په دغه برید کې شپږ کسه طالب وسلوال وژل شوي دي. په تاسف سره 2 امنیتي ځواکونه هم شهیدان او 8 نفره نور سطحي یا برسیران ټپیان دي. با این همه وزارت دفاع ملی نیز در اعلامیه گفته است که فرد انتحاری سوار بر یک اراده موتر بم گذاری شده که قصد داشت کندک نیروهای مرزی را در ولسوالی امام صاحب هدف قرار دهد، پیش از رسیدن به هدف در نزدیک قراول این کندک شناسایی و از بین برده شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری این حمله را به طالبان نسبت داده و گفته است که این گروه پس از شکست سنگین در ولایت های هلمند، قندهار با راه اندازی حملات انتحاری تلاش می کند به نیروهای امنیتی و مردم آسیب بیشتری برساند. قابل یادهانی است که گروه طالبان تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. قندوز در شمال شرق کشور یکی از ناامن‌ترین ولایات کشور است که جنگجویان گروه طالبان در بخش‌های از این ولایت حضور و فعالیت گسترده دارند. در یک عملیات هوایی در ولسوالی اندر ولایت غزنی 3 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. این رویداد ناوقت دیروز در روستای کمالخیل این ولسوالی رخ داده است. جزئیات بیشتر در گزارش. ناوقت روز گذشته نیروهای امنیتی افغان عملیات را در روستاهای ولسوالی اندر این ولایت انجام دادند. بر اثر عملیات زمینی و هوایی در روستای کمالخل ولسوالی اندر ولایت غزنی 3 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی ادعا می‌کند که کشته و زخمیان این رویداد از افراد نزدیک به والی نامنهاد طالبان بر ولایت غزنی است. طالبان مسلح اما تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. تیر ورځ نه وخت د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ کمال خیلو سیمه کې ځمکني ځواکونه هلته یو لړ عملیات درلودو چې هوایي ځواکونو یې هم مرسته کوله. په ترڅ کې د طالبانو تش په نامو والي ته نږدې کسان 5 تنو ته مرګ ژوبله وکتل شي. له ډلې 3 تنه وژل شوي دي او 2 تنه شدید زخمیان دي. د غیاړوند یو لنډ کلوزر موټر په ځینو نورې وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو له لورې له منځه وړل شوي دي. بعد از میان برنامه بیننده خبرهای کوتاه باشید.